یعنی بله بچه ها دارن نقد درستیه، ببخشید دشمن نه دشمن نه دشمن بله آدم بیناموس طرفیم دیگه، مشکلمون هم همینه. غیرت بیر من بیناموس هم، من ناموس ندارم، افتخارم میکنم. بیا به من بگو مشکلش چیه. بچه اینه همش علکیه با اینه، مال عدیانه. اونی که ما میگیم راحت، همه با هم دیگه راحت داشت، یک قبیله کاملا مدرن. این اون چیزیه که اینها میخوان. عجب آدم کثیفیه. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. حالا رسیدیم سر اصل مطلب. شاهین نجفی رو بخواد پخش بکنه، ببینیم شاهین نجفی چی داره. حالا شاهین نجفی رو هم ببینید بد نیست. جنبش پاک زن زندگی آزادی جان تو، من وقتی اینو یکی بهم میگه جنبش پاک زن زندگی آزادی، یاد فاطمه زهرا میفتم. درسته که جنبش زن زندگی آزادی منو نباید یاد فاطمه زهرا بندازه، منو یاد آزادی باید بندازه، منو یاد رهایی باید بندازه، منو یاد عشق و حال باید بندازی. من این حرف جالبیه شاهین داره میزنه ها. وقتی میگیم پاک یعنی معصوم، یعنی بدون اشکال، در صورتی که ما از این فرهنگی که همه چی باید سفید باشه، همه چی باید پاک باشه، همه چی باید بیگناه باشه، همه چی باید بدون خدشه باشه، باید بگذاریم. این جنگ برای آزادیه، این معیارهای دینیه که میخواد همه چی رو سفید نشون بده، اون چیزی رو که قبول داره رو پاک و بیگناه و بدون مشکل اینجوری رو نشون بده. منو یاد عشق و حال باید بندازی. من جامعه‌ای میخوام که توش عشق و حال بتونم بکنم. حرف جدید نیست. زن بله بسیار عالی، اما زن که داریم میگیم در مورد ماما بزرگ من داریم صحبت نمیکنیم که، در مورد دختر 14 15 16 ساله داریم صحبت میکنیم. داداش شما معتقد به روابط جنسی آزاد هستی یا اینکه الان زوده در مورد این چیزا صحبت کنی؟ شما معتقد به آزادی روابط در واقع هستی؟ شما مثلا نسبت به مسائل فرهنگی چقدر آزادی دلیل؟ این خیلی خوبه که شاهین این حرف رو میزنه. الان نگاه بکنید موقعی که بعضیا میومدن داشتن صحبت میکردن درباره آزادی جنسی، فرع پس از فرع براندازی اینا، بعضی از مشروطه‌خواها میومدن میگفتن که بابا این حرفا چیه، این باعث میشه که مردم زده بشن، الان دغدغه ما این چیزا نیست. ولی وقتی شاهین نجفی میاد این حرفا رو میزنه که بله ما همین چیزا رو میخوایم، باعث میشه که اونا کمتر این حرفا رو بزنن. و این خیلی یه تاثیر مثبت شاهین نجفی هست. الان زوده در مورد این چیزا صحبت کنیم. داداش شما معتقد به روابط جنسی آزاد هستی یا اینکه الان زوده در مورد این چیزا صحبت کنی؟ شما معتقد به آزادی روابط در واقع هستی؟ شما مثلا نسبت به مسائل فرهنگی چقدر آزادی دارید؟ لول کجاست؟ صندلی بذاریم اینطوری دم دست تر و تمیز بشینیم بدون حرکت بیایم کنسرت اجرا بکنیم، یا اون بالا اجازه میدیم هر کاری دوست داریم بکنیم؟ دوباره اون تریپ آقا از اگزن به تو از فاطمه این گونه خطا است، ارزنده ترین میبینم زینت زن حبس حیام است. نه آقا ما خواهیم اشقاها بخواهیم بگیریدیم بیرون قشنگ بفهمیم چه خبره، که جوون بلند نشه 40 سالش بشه یه دفعه تازه بفهمه زن چیست. خب این حرفش کاملا درسته. ما میخوایم عشق و حال بکنیم، زندگی برای عشق و حاله. الان آخونده، حالا تو کلاب هاوس ممکنه نبینید، روی یوتیوب داری میبینید، زل زده به دوربین داره کلی عشق میکنه به حرفای شاهین. یعنی یه جوری داره نگاه میکنیم که ببینید اینا چی میگن، این آخونده ها انقدر علیه عشق و حال هستن، خب اکثرشون، که فقط دفاع از عشق و حال کردن رو یک سند میبینه برای اینکه ما چقدر کثیفی. در صورتی که این اتفاق نشون میده که چقدر شما کثیفی، یعنی چقدر جریان شما علیه رفاه و زیبایی و لذت بردن از زندگیه. خب عزیزا فهمیدید هدف انقلابشون چی بود؟ بزنیم برقصیم لخ بشیم راحت بتونیم بدن زنها رو لمس بکنیم. اونم که راحت بتونیم بدن زنها رو لمس بکنیم. چرا حرف تو دهنش میذاری؟ بزنیم برقصیم لخ بشیم راحت. بله میخوایم برقصیم. با رقص مشکل داری؟ شما با اصلا با زیبایی و خوشحالی مشکل داری؟ خب عزیزا فهمیدید هدف انقلابشون چی بود؟ بزنیم برقصیم لخ بشیم راحت بتونیم بدن زنها رو لمس بکنیم. اونم که نه زن بزرگ، ما بزرگم نه، دختره 14 15 16 ساله. و عجب آدم کثیفیه. داره میگه شاهین میخواد بره دختر 14 15 16 ساله لمس بکنه. اصلا همچی حرفی زد شاهین؟ عجب بابا، ما شنیدیم چی گفت. زن 14 15 16 ساله دفاع میکرد که بره آزادی رو تجربه بکنه. مادر بزرگ ما، خب شما آزادی رو ازش گرفتید. ما چندین نسل سوخته داریم که شما زندگیشون رو سیاه کردی. شاهین اگه داره میگه ما داریم درباره دختر 14 15 16 ساله صحبت میکنیم، دختران دارن زن میشن. ما میخوایم اینها از دست نرن. ما میخوایم اینا معنی آزادی رو تجربه کردن، خطا کردن، یاد گرفتن، اینکه معنی زن بودن چی هست، با جنسیت خودشون، با سکشوالیتی خودشون آشنا بشن. شما محدودشون نکنید، بتونن برن زندگی رو تجربه بکنن. داره از دفاع از آزادی اونها صحبت میکنه. شاهین اینو گفت،
حالا ببین این چی تو دهنش گذاشت. خب عزیزان فهمیدید هدف انقلابشون چی بود؟ بزنیم برقصیم لخ بشیم راحت بتونیم بدن زنها رو لمس بکنیم، اونم که نه زن بزرگ، ما بزرگم نه، دختره 14 15 16 ساله. خیلی کثیفی. بله ببین شما اگه دختره 14 ساله میخوای لمس بکنی توی دنیای امروزی، بهترین شانسی که داری که این کارو بکنی اسلامه، نه لیبرال دموکراسی. تو لیبرال دموکراسی شما چوب تو کنت میکنن اگه همچین کاری بکنی. توی دنیای اسلام هست که شما میتونی 14 12 11 و حتی 9 ساله باشی همچین کاری بکنی. راهش اسلامه نه لیبرال دموکراسی. آرمی امام خمینی طفل شیرخواره هم فرمودن. من دارم در باره دخول صحبت میکنم. راست میگی، لمس کردن اینا تا نوزادش هم رفتن. آقا ما رو دروغ میگیم، ما این چاپ خود چاپ جمهوری اسلامیه. تفخیز یعنی شما یه نوزاد رو برداری، چیزی که خمینی ازش دفاع میکرد، و آلت تناسلی تو بذاری لای پاش، بمالی به پای نوزاد بچه دختر. این چیزیه که خمینی از اشتفا میکرد. بله اینا حرفای رهبر جمهوری اسلامیه و ما داریم علیهش صحبت میکنیم. یوتیوب عزیز آره به ما رحم کن، یوتیوب ما این حرفای ما نیست. اوکی ولی ببین این حالا شاهین داره میاد میگه دختر 14 15 16 ساله باید آزاد باشه که بره تجربه بکنه عشق و حال رو یاد بگیره. بعد میگه ببین اینا چی کثیفن. کسی این حرف رو داره میزنه که داره دفاع میکنه از این خمینی کثیفشون با نوزاد، بدن نوزادو که نمیخواست لمس بکنه، که هیچی، میخواست کیرشو بذاره لای پاش. اقراق هم نیستا، این رسما تو کتابشه. ما اینا الان اقراق نیست، رسما باورم هنوز نمیشه. اصلا باورم نمیشه که ما هنوز ایرانیهایی داریم که خمینی رو دوست داره، وقتی که این تو کتابشه. آقا یه کسی این دکتر عبدالکریم سروش رو در بیاره برای ما دوباره. اینا حالا کسی عبدالکریم سروش رو ازش پرسیده که چجوری از خمینی برای دفاع میکنه هنوز بعد از این همه مدت؟ بزرگترین معجزه اسلام قرآنشون نیست. بزرگترین معجزه اسلام اینه که این اراجیف رو چجوری این همه آدم تونستن یه کاری بکنن که باور داشته باشه. به من میگن بی تربیت آرمین. بی تربیت منم؟ خمینی گفته. من میگه من گفتم. میگه بی تربیت آرمین. من که علیهشم. که میان به آیات قرآن گیر میدن، چرا حوریا این ویژگی را دارن؟ خودت دنبال همینی. خدا خدا خیلی خالزنی کرده. میدونه دقیقا تو عاشق چی؟ خودت اعتراف کردی. عاشق چی؟ دختره 14 15 ساله 16 ساله. بله میدونیم دنبال این. عاشق آزادیشونی. عاشق آزادیشونیم. این دنبال کسایی که دیگه بالاخره باکره هستن نوان برای شما. اون یکی که دیگه دستمالیشون کردی انداختید کنار. بعد هدفتون همینه. دنبال همین. تو این آدم کسیه که میاد خودش تو کنسرت میاد جلوی تمام حضار لخت میشه. کاملا میگه که شاهین نجفی مثل که یه جا توی یه کنسرتی لخت بوده. لخت مادرزاد بوده. حالا نمیدونم این عکسش هست یا نه. اگه واقعا عکس خودشه ششکار نداره. توی کنسرتی هست که بچه‌ها رو راه نمیدن. بالای 21 به بالا همه اون آدمای اونجا بالغن. برای من اگه شاهین نجفی لخت مادرزاد رفته اونجا به نظر من هیچ کاری نداره، برای که بچه اونجا وجود نداره. به چی داری گیر میدی؟ کلا لخت میشه. حالا مثلا آلتش رو مثلا پوشونده کلا دیگه. ها خودش هم گفت آلتش پوشونده. خب مشکلش چیه پس؟ مرد با شورت بیاد بیرون سینش دیده بشه بده؟ مشخصه دیگه. این چه طرزه؟ این واقعا کدوم حیوانی همچین کاریو میکنه؟ شاید خوک همچین کاریو بکنه. شاید یعنی چی خوکی همچین کاری میکنه؟ رقابت های بادی بیلدینگ و اینا رو مثلا دیدین؟ میدونی دارم چی میشون میکنم؟ اونا همشون خوکن، مردم میرن اون بالا فقط با یه شورت جست میگیرن، عکس میگیرن، بعد برنده بشن و اینا. آرمی این کجا زندگی میکنه که حیواناش همه به جز خوک لباس دارن؟ خوک چون لخته ما هم لخت نشیم. خوک هم غذا هم میخوره، آب هم میخوره. آقا شما اصلا سکس نداشته باشید. مگه خوک سکس نداره؟ اصلا شما بیخود کردی سکس داری. هر کاری که حیونا میکنن اگه بده، چون حیونا لباس ندارن، لباس نداشتن بده، خب بر اساس این استدلالت همه کارهایی که حیونا میکنن رو ما نکنیم. بکنیم شاید. واقعا با خوک صفتی هم ویژگی این. من فردا شیخ مصطفی محمدی وقتی با زنش سکس داره به من بگیم، بپرم تو اتاق خواب بگم که ای چقدر شما مثل خوکی، نگاه کن چه کار زشتی دارین میکنین، دارین همدیگه رو میکنین. خوک هم کار میکنه. این هاست. بله کاملا ما میدونیم با چه حرامزاده هایی طرف هستیم. مثل شما معلومه دیگه. اصلا این واژه حرامزاده رو ما یه روزی باید درباره‌اش برنامه بسازیم. حرام بودن چیز بدی نیست. صیغه ازدواج پدر و مادر محمد رو دقیقاً کی خونده؟ اینم برای من مشخص بکن این دوست عزیزمون. آها یه مشکل دیگه. مشکل شما با خوک چیه اصلا؟ من حواسم به این نبود. هی به ما میگه خوک صفت. من چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اینا چقدر ضد حیوانات هستن که فوشاشون اینه طویله. شما مثل گوسفندین، شما خوک صفتی. ببین دو تا عکس خوک خیلی نازم گذاشته. چقدرم رمانتیکن این خوکا.
عشق عاشقانه است اینا، خیلی نازن. بعد میگن سگ، سگ صفت، خوک صفت. شما سگید، شما گوسفندید، شما خوکید، خوک صفتید. مشکل شما با خوک چیه؟ اصلا اینکه این فوشه نشون میده که چقدر اینا از لحاظ اخلاقی مشکل دارن. یعنی جامعه پیشرفته اتفاقا جامعه‌ایه که برای حیوانات ارزش قائل میشه. معلومه دیگه، اصلا افتخارم میکنیم که افتخارم بر دینی داریم حمایت میکنیم، دینی رو داریم که دشمنان شما هستن. یعنی کاملا شما رو که ما میبینیم بیشتر میفهمیم که والا چه دین خوبی داریم که دشمناش این موجودات حرامزاده و واقعا از حیوان پستر، واقعا از حیوان پستر. این حیوان پست نیست، خب انسانی که فکر میکنه حیوانات پسترن پسته. اینا تو اینجوری ببین، ناگفتن عقل داره، علم داره، تکنولوژی داره، بعد کاری میکنه میشه چی؟ اولایک کل انعام بل هم ازد. حیوان با اون حیوانیتش این کارا رو نمیکنه. بازم صد رحمت به خروس، یه ذره غیرت داره نسبت به مرغ. خروس حالا خروس رو داره ازش تعریف میکنه. بازم صد رحمت به خروس، یه ذره غیرت داره نسبت به مرغش. اینا همون هم ندارم، اون اشتباهه. بگم بابا خوک، بعد مثل خوک زندگی. حالا مغلطش جالبه، موقعی که براش کار بکنه میاد میگه ای شما ببینید شما مثل حیوانات دارین رفتار میکنین، برای همین کار شما زشته. موقعی که جواب نده و حیوانات دارن اون کاری رو میکنن که اینا خوششون میاد، میاد میگه که ببینید اونها هم، حتی حیوان هم این کارو میکنه و شما این کارو نمیکنید. میگی کنید راحت همه تو هم دیگه بلولید. این کلیپ هم نگاه بکنید، خیلی جالبه. کسایی که میگن فقط اونا دنبال اینن که روسری رو بذارن کنار، نه دیگه کار دیگه ای ندارن، مظلومن بیچاره ها. دفعه بعد بعد روسری ببین چی بهتون تعارف میکنن و ها 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 بخندید، وای چقدر جالب، چقدر نایس، چقدر کول، عالیه، خیلی خوبه. خب نگاه کنید، حالا داره یه فیلم نشون میده از یک زنان و دخترای بیهجاب توی ایران که دارن میرن اینور اونور، دارن توی خیابون دارن کاندوم مجانی هدیه میکنن به مردم. که اینم چه کار خوبی؟ با این مشکل چیه؟ استفاده از کاندوم باعث کاهش بیماری، باعث کاهش پرگننسی، خب حاملگی میشه، حاملگی بدون برنامه ریزی میشه. راهش همین کاندوم دیگه. الان مشکل با این کاندوم ها چیه؟ این چیز خوبیه که اتفاقا ببین اگر همین چیزاست دیگه. ما هم معیارهای اخلاقی داریم برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنید. یکی از معیارهای اخلاقیمون سیف سکسه. یعنی ما اگه میخوایم رابطه سکسی آزاد داشته باشیم، نه آزاد آزاد، یه سری قوانینی، یه سری قاعده ها رو باید رعایت بکنیم. یکیش اینه که مراقب سلامت جنسی هم دیگه باشیم. تعارف چی؟ یه خودتون میدید مخصوصه روابط جنسی. حتی روش نمیشه بگه. خب داره تو فیلم داره نشون میده، بعد فیلمر هم چیز کردن، پیکسلی کردن که نبینید خیلی، برای اینکه خیلی زشته برای اینا. بعد خودش هم روش هم داره سعی میکنه بگه، داره این دختره داره میره این ورور کاندوم داره میده، روش نمیشه اصلا بگه، اسم کاندوم رو نمیتونه بیاره. این چه مشکلش چیه؟ کاندوم که چیز خوبیه، کاندوم که خوبه. بیماری میخوای تو جامعه؟ من نمیدونم مشکل با کاندوم چیه. زور میکنه بعد طرف مثلا اون شوهرش، حالا شوهرش به اصطلاح دوست پسرش هر کسی، این انگار نگاره خیلی خوبه. چرا ببین این اتفاق خوبه. دلیلی که دارن میخندن به خاطر اینکه الان سکس و رابطه جنسی تو جامعه ایران یه مقدار تابوه. شما وقتی کاندوم میبینی خجالتی میشی، میخندی. این برای تابو شکنی هم چیز خوبیه، برای اینکه سکس خجالت نداره، رابطه جنسی خجالت نداره. پس دیدید عزیزان، حجاب بهانه است. اینی که یا حجاب برده همه چی درست میشه، حرف مف زده عزیزه. بله فکر کنم شما رو گرفته. بله معلومه که شعار مردم میدن که حجاب بهونه است، درسته که مردم خودشون تو خیابون شعار میدن حجاب فقط بهونه است، اصل نظام نشونه است. اینی که یا حجاب برده همه چی درست میشه، حرف مف زده عزیز من. دهنشو باید گل بگیره اون کسی بگه آقا آزاد بذار، بذار هر مشکلات حل میشه. مردم دیگه عقده ای نمیشن، عقده ای نمیشن، میرن به این سمت. اگه حجاب آزاد بشه، بعد مرحله بعد اینه که به مردم کاندوم مجانی میدن تو خیابون. واو چه فوجی میشه. میگه آقا کاندوم میدن، انگار حالا نگرانیش رابطه های جنسیه. این فکر میکنه چون دارن کاندوم میدن باعث میشه مثلا رابطه های جنسی افزایش پیدا بکنه. آقا بدون با کاندوم یا بدون کاندوم، دختر پسرها همدیگه رو پیدا میکنن و همدیگه رو میکنند. این اتفاق خواهد افتاد. شما چه جلوش وایسی چه جلوش وای نسی، این اتفاق میفته. حالا انتخاب با شماست، میخواین این کارو با کاندوم انجام بدن یا بدون کاندوم انجام بدن. دفعه بعد حالا روسری ها رو برداشتین، دفعه بعد حالا روسری ها رو برداشتین، لخت که کاملت
که کردن هیچ. خانم های محترم حاملت هم میکنن، سخت جنین هم برات آزاد میذارن، یا برو سخت کن راحت، رحمت هم بردار راحت. آقا اگه مشکلت حاملگیه، آقا الان یه ویدیو به من نشون دادی دارن کاندوم پخش میکنن، تو میگه ای ببین دارن کاندوم پخش میکنن، بعد میگه ببین اینا میخوان حاملت کنن. ویدیو رو ندیدی؟ تو نمیدونی کاندوم برای چیه؟ کاندوم برای جلوگیری از حاملگیه. میگه ای ببین دارن چیکار میکنن، دارن کاندوم پخش میکنن، دیدین گفتم میخوان حاملتون کنن. فقط کلا در اختیار ما باش، تو متمدنی، بله تو اگه بیای در اختیار ما قرار بگیری، تو متعهد شوهر میخوای چیکار؟ بچی به یک مرد اکتفا میکنی، حق تو مردهای بیشمار است، هورا همه دست بزنید براش، عالیه، بله ما میتونیم با مردهای مختلف ارتباط بگیریم، چرا من باید یک شوهر داشته باشم؟ من میخوام 4 تا شوهر داشته باشم، همونطوری که یک مرد اگه کسی راضی هست 4 تا شوهر داشته باشه، خب چرا که نه، میتونه 4 تا زن بگیره، منم میخوام 4. اصلا بعد چی میگه آقا جان؟ خود شما خودتو با 4 تا زن گرفتی که مشکل ندارید. من اگه مرد میتونه 4 تا زن بگیره، چرا زن نباید بتونه 4 تا شوهر بگیره؟ اینو یه کسی برای من توضیح بده. بله حق توه دیگه، راحت. بعد اینا کیا معمولا میگن؟ نمیگی، توضیح میدی این مشکلش چیه؟ یعنی که همینجوری ما باید قبول بکنیم که این مشکل داره؟ این زنا هم که بابا اصلا اینقدر ساده لو، این کی میگن؟ این مردا. یاره راحت در اختیار بود، چه کاری بهتر از این؟ اینو واب میکنه و میبینه که این افراد راحت در اختیارش قرار میگیرن، خب خیلی هم خوبه دیگه. به نفع کیه؟ به نفع نه، اتفاقا ببین اگه شما میخوای زن در اختیارت قرار بگیره، بهترین راه اسلامه، چون ما تو لیبرال دموکراسی این موضوع رضایت خیلی خیلی برامون مهم، رضایت شفاف، یعنی رضایتی که رضایت آگاهانه، نمیتونه مس باشه، برای همینم سن خیلی برامون مطرحه، برای اینکه از یه سنی به پایینتر شما رضایت آگاهانه نمیتونید بدید، برای همین شما به شدت محدود میشید و هر کسی نمیتونی هر کسی رو بتونی رو بگیری، همینجوری مثل تو اسلام بری یه کسی رو با شمشیر شوهرشو بکشی و بری زنشو غنیمت بگیری، از این خبرها نیست. به نفع مرد است، تا موقعی که خوشگلی و تر و تازگی داره مال مرد است، راحت بیش کسی هم نمیخواد جواب بده ازدواج نزاد. این فکر میکنه زنا بچن، فکر میکنه مثلا زنا اگه آزاد بشه، یعنی ما اینجا همینجور نشسته ما بریم کیکی برشون داریم بکنیمشون تو گونی ببریم خونه. اینا چون احساس مالکیت رو زن میکنن، فکر میکنن جنگ ما با اینا اینه که اینا مالکیتشون رو زنا از دست بدن و این زنا گیر ما بیفتن، بشن از ما، قبلا مال اینا بودن الان شدن مال ما. نمیفهمن چیزی رو که داریم، از آزادی یعنی استقلال زن از هم بقیه جامعه، یعنی زن قدرت تصمیم گیری میفته دست خودش. سیخی چند به بابای طرف بچه باید جواب بدن، بچه باید اون بچه ایو که الان تو شکمش کاشتم اونو باید به عهده بگیرم، بلش کن بابا بذار سختش میکنه میره، همین خیلی خوبه. واقعا این حرفای ناخونده بعضی از موقع حال منو به هم میزنه، ولی خب مهمه. بچه من دوباره یه بار دیگه میگم، ما نمیتونیم فقط بیایم همدیگر رو نقد بکنیم، یعنی هم براندازا رو نقد بکنیم، باید یادمون باشه که هرچنگایی برنامه‌هامون باید زدن ایدئولوژی جمهوری اسلامی باشه، جفتش مهمه، یعنی از این ور بوم از اون ور بوم نیافتید. کسایی که میان میگن که آقا فقط جمهوری اسلامی رو بزنیم و همدیگر رو نقد نکنیم، این غلطه. یک جنبشی خودشو نقد نکنه پیشرفت نمیکنه، ما باید خودیهامون هم نقد بکنیم، اونها هم باید ما رو نقد بکنن، باید شدیدم نقد بکنن، باید سعی کنن ما رو نابود بکنن. با اینکه به جفتمون علی جمهوری اسلامی هستیم، ما برای یک پیشرفت داروینیستی اگه بخوایم بکنیم، باید همدیگر رو بکوبونیم، باورهامون رو، خود و شخصمون نه، که اون باورهایی که از همه قوی تر هن بقا پیدا بکنن و این باعث قوی تر شدن این انقلاب میشه. نه این به بهونه وحدت همدیگر رو نقد نکنیم، این مزخرفه. ما میتونیم همزمان با همدیگه همکاری بکنیم، ولی باورهای همدیگر هم نقد بکنیم همزمان. ما اگه میخوایم دنبال وحدت یا همبستگی یا ائتلاف یا هر کوفت زهرمار دیگه هستیم که نمیدونم چی بگم بهش، هر کدوم استفاده میکنیم، مردم میگن این اسمش این نیست اسمش اونه، هر کدوم از اینا، همبستگی، اتحاد، ائتلاف، هر کدوم، اگه دنبال این هستیم، نمیشه به بهونه ائتلاف سکوت بکنیم، بگیم آقا این حرفا رو نزن، فردای براندوزی، فردای براندوزی. نه، این حرفا زده میشه، به جای اینکه این حرفا رو نزنیم، باید یاد بگیریم پوستمون رو کلاف بکنیم که وقتی یه کسی نقدمون کرد گریه نکنیم، قهر بکنیم، بگیم قهر تا روز قیامت، ولی از اون ور بومم نیافتیم که فقط دیگه داریم همدیگه رو نقد میکنیم، یادمون بره که دشمن کیه، دشمن اصلی جمهوری اسلامیه. این آخونده هم برای ما بهونه است، این آخونده و اون کانال مسلمان تیوی برای ما بهونه است، برای اینکه اینا حرفایی که دارن میزنن ایدئولوژی جمهوری اسلامیه، ما باید یادمون باشه که اونها رو هم بزنیم، فقط همدیگه رو نقد نکنیم. یعنی بله بچه‌ها دارن نقد درستیه، ببخشید، دشمن نه دشمن نه دشمن. بله لینک دیسکوردمون هم زیر ویدیو هست، اتاقی هم که میریم توش اتاق صوتی هست، اونجا یه اتاق هست
قسم بحث بعد از برنامه، اگه خواستیم ما کاملا قابل دسترس هستیم. خب اگه کسی خواست با ما صحبت کنه میریم رو دیسکورد، بیاین اونجا با ما صحبت بکنید. بچا روی یوتیوب حتما ما رو لایک بکنید، بعد از اینکه برنامه تموم شد زیر برنامه یک کامنت بذارید، سابسکرایبتون هم یادتون نره، زنگوله شیطان هم کنار سابسکرایب هست یادتون نره. ممنون از همتون بچا، فعلا ابلیس فز همه شما.